برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فعالان شبکه‌های اجتماعی کمپین جدیدی با هشتگ آهسته می میریم نموت به بوت را به منظور آزادی بازداشت شدگان در زندان‌های حکومت آل خلیفه به راه انداخته‌اند و در طی چند ساعت ترند شد. گفتنی است کمتر از یک ماه قبل کمپین فریاد مظلوم توسط زندانیان سیاسی در بحرین برای آزادیشان و محکومیت وضعیت زندگیشان داخل زندان‌های بحرین راه اندازی شده بود. دستگاه امنیتی ترکیه 15 مظنون به ارتباط با داعش را به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی در خاک این کشور دستگیر کرد. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، تروریست های مظنون به همکاری با سنی های تندروی داعش شاخه خراسان قصد انجام عملیات در کنسولگری های سوئد و هلند و عبادتگاه مسیحیان و یهودیان در استانبول را داشتند. افراد مظنون به دادگستری ترکیه در استانبول تحویل داده شدند. منابع محلی اعلام کردند واژگونی قایق پناهجویان در نزدیکی جزیره لروس یونان در دریای اژه دست کم 4 کشته بر جای گذاشت، اما 39 تن دیگر نجات یافتند. گارد ساحلی یونان اعلام کرد که کشته شدگان 1 زن و 3 کودک بودند. این کودکان پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. این قایق از ترکیه عازم آبهای یونان شده بود. درباره ملیت مهاجران گزارشی ارائه نشده است. همزمان با سال روز میلاد با سعادت مولود کعبه، مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مرحله جدید توزیع زغال سنگ میان نیازمندان افغانستان توسط یکی از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامظله انجام شد. در این مرحله مؤسسه خیریه جهانی اهل البیت علیهم السلام از کشور کویت با همکاری دفتر آیت الله العظما شیرازی در شهر مزار شریف افغانستان ده ها خانواده نیازمند و ایتام را از سوخت زمستانی بهره مند کرد.